سلام، این منم فرناز. کلی هم آیرون دارم و زندگیم عالی شده. شاید براتون سوال باشه که چی شد که به اینجا رسیدم. برای جوابش بریم که ویدیوی شب روز دوم و صبح روز سوم ببینیم. دوباره از اونجایی که خب سری قبلم دیدیم من خیلی آدم خوشخوابیم، دوباره بنده کلی خوابیده بودم و تو مدتی که خوابیده بودم دوباره فرزاد. سلام فرزاد. چطوری؟ خوبی؟ خونه رو اینجا آه پسر من چقدر خوابیدم مگه پسر آمده ایم اونجا چقدر اون یه مقر خف آه پسر روزای اشگاه ساختم. زدی جلوش خانه افاف؟ نه هنوز منتظرم فعلا یه دونه این شیشه یه؟ اینا اینجا به هم دیگه حویز میدن گوشم میکنند بچه نه کلا داره ای بچه رفتیم پایین دوی این قایق راست کلی کن بگم نه نتیجه شون اینه این پایین افتاده پشمام چی کار داری میکنم؟ فرزان تو الان چرا داری شدی شبیه چیز؟ میلاد تو چه کنجگاه داری میسازی؟ و بچه هاش رو من سوار قطار میکنم بیا وات؟ حالا اینا اینجا موقته این ریلا تا سه تا بچه بیارم فعلا دو یه دونش آوردم دو تا دیگه بیارم بچه هاش رو میارم این تو بزرگ شدم میارم ایشون این تو یعنی چیکار اینجا چه خبره؟ اینجا قراره یه زامبی بیاد اون پشت اون چوبا رو میبینی؟ خب اونجا یه زامبی میاد اینا میترسن خب وقتی بترسن چیز داریم یه قول داریم تو بازی که همین ویلیجر رو فقط میتونن ظاهرش کنن خب ما میتونیم ولی خب بیالم آیرون میخواد وقتی بترسن اون قوله رو ظاهر میکنن بعد اون قوله رو اون بالاش آتیش میذارم هنوز نذاشتم اون قوله میمیره اون قوله که بمیره به ما آهم میده بین نایس. تا ابد میترسن و تا ابد آهم بهمون میده بلم کن منطقه اون زمان من نمیدونستم آیرون فارم چقدر چیز مهمیه ولی الان که میدونم میتونم بهتون بگم که یکی از اصلی ترین چیزهایی که اول گیم باید ساخت صحبت از فارم آهن شد فارمی که خیلی 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 به درد بخوره بازی ماینکرافت یه مکانیزی داره که برای محافظت از ویلیجرا یه قولای آهنی اسپام میکنه که اسمشون گالمه و موجودات و مابایی که برای ویلیجرا تهدید هستن رو از بین میبرن حالا جالبه داستان چیه؟ اینکه ما با کشتن اون قولا میتونیم کلی آهن گل به دست بیاریم و اگه اسپان شدن و کشتن این قولا رو اتوماتیک کنه که پشت سر هم اتفاق بیفته ما به چی میرسیم؟ معلومه آهن بی نهایت و ما از اونجایی که آدمای بسیار سودجو و خبیثی هستیم شروع به ساخت این فارم کردیم برای ساخت این فارم به تعداد زیادی بلاک نسوز یعنی بلاک هایی که آتیش نگیرن وال، دیوار سنگی، بلاک های شیشه‌ای 3-4 تا تخت برای ویلیجرها یه سطح آب، یه سطح لاوا یه مقدار ریپیتر، ردستون، پیستون و مهمتر از همه به 3-4 تا ویلیجر برای ترسوندن و یه دونه زامبی برای ترسوندنشون نیاز داریم ولی خب مرحله ساخت این فارم رو زودتر فرزاد انجام داده و اگه بخواید یاد بگیرید چجوری این فارم رو بسازیم بهتون پیشنهاد میدم بقیه بچه‌ها که ویدیو آموزشی میسازن بریم ببینید بازی قشنگ خود انسان های واقعی ماها توی واقعیت که داریم طبیعت رو همه چی نابود میکنیم خودخواهانه برای اهداف کثیفمون شد بالاخره اسبدار شدی؟ ولی اون اسب خالخالی اولیه رو گرفتم ویلیجرای چیزه؟ دارم میمیرم این کیه؟ What? این کیه؟ یکی از اون بچه هاست بزرگ شده فرار کرده What the fuck? باشو بیدم باشو چرا شکم درد بکنم؟ اما کشتیش چرا؟ این چهار داشتن کشتم تا الان اپا اینا چیه؟ پشما چهار تا ویلیجر چرا کشتی؟ کار نمی کرده آخه هر کار میکنم کار نمی کنه فرزاد مدک نبودم چه بلای سرت اومده الان ویدیو سختیش چیه؟ باید زومبی پیدا کنم زومبی من مرده خب چرا خوابیدی؟ نمی خوابیدی که زومبی باشه نه یه جا ساختم اونجایی که داشتی میکندی خب یه استفاده بهینه ازش کردم جای زامبی کردی؟ تاریکش میکنم زامبی اسپام میشه خب
من یه سوار قطارشون میکنم بیارمشون دیگه. این البته از اینجا هم یه راه پیدا کردم پر زامبیه. خب اون پایین آره اومد زامبی عالیه، زامبی عادی اومد. آهان بیا بچه خوبی باش و بعد یه وسیله برداری دستی. اینو برمیداری؟ من؟ آخ زدت؟ آهان برداشت داری کلا. بیا اون دیگه هیچ وقت غیب نمیشه چون وسیله بستش. میخوایی داره غذا هم درست کنیم کلا؟ آره باری حویجه الان تا الان قطعا نرومدم بچه دار نشدم این بزرگ نشدم. و اینا حویجه رو خوش رو هی میکرن هی میخورن به ما میدن؟ آره نه میشه فارم غذای حویجه هم ساخت که اینو برای ما حویج بکارن. خب اینا فعلا به همدیگه میدن. دیدی غذا میدی به حیوان؟ آره زاد و ولد میکن. اینا به همدیگه میدن خودشون با خودشون زاد و ولد. جای بچه سلام بچه تو خیلی کوچولویی. چه داری شمده تو جیگره به قرورشی من برم چطوری کافیه بایسی؟ اون چیه؟ گوسفند طلایی داریم؟ اگه بیدیم مثل اسکلو از کنار زمین اونجوری رد میشم و یه دونه میکارم اون زمان رو فیلم کنم اجازه وارد شدن به زمین رو ندارم. نمیدونه صفحه با پریدن زمین خراب شد و فیلم کنم راه رفتنم با چاری مشکل میکنه. برای همین اینقدر اسکل بار دارم میکارم. قربونم مرغ تو چی میگی؟ بیا میخوای بیا برو اون بر بچه میکنم برو اون بر هلو خواهی واقعا میخواه همه چه دنبال من بیا بیزاری من یه دونه بکارم دورتون بگردم خودش بخیر اون بابا چه قلب پاکی داشتم. من هر چی برمی دارم میذارم برای تو چیز دیگه. ای ننه من بمیرم برات. مامان خوبی؟ ای ننه قربونت بره. ببخشید گوه خوردم غلط کردم ببخشید. ببین وایستاده بود یه مرغه بغلم هر یه دونه دونی که میذاشه نگاه میکرد یه دونه هم به من بده داداش. خیلی کیوت و خرا ابلهن. من مرغای این به نظر من فیوریت موجودات منن. نه اون شمشیر که زدم سکته کردم خودم. میخوام یه ویلیجر ببرم آماده شده بزرگ شده میخوام ببرم سر کار. داداشم تو بزرگ شدی باید بری سر کار. چجوری اونو تکون میدی؟ نه فکر کنم تختش این نیست. تختامونو باید یه بار بشه. اوه ولی اما سر بردن زامبیه چه درد سری داریم. چرا؟ زامبی بره تو نور خورشید میمیره دیگه. خب میبینی یه سایبون ساختم اینجا. آها این سایبونه مال اونه. من مورتم بالا رو چرا ساخته؟ ببین اینه چقدر مونده که علف زیر پاشون سبز شده. اونه سبز شدن. آها اینا درد بودن بعد موندن علف سبز شد. چی شده؟ از او پاس بهت بیافت. من پایینت وای میستم بیافت رو من نرمه. اون دوتا ویلیجر چیز بود میلاد. خب بریم چه اونا رفتم برای اونا تخت ساختم یه عالمه. چرا به اون کمک میکنم؟ ما نباید به همسایه همون کار کنم. اونا همچه همسایه دریده. میخواستم اول رفتم اونجا یه خانه خوف کوچولو ساختم که بچهش دوتا بچه دادن بچه ها رو بزرگ کردم و بردم اینجا. ولم کن همینه کنگوی شدن کار نمیکنن. برای همه مجبور شدیم بریم به خانه افاف پایین شهر. یه بچه زد یکی از بزرگا مرده. چرا؟ چرا؟ از کجا میدیم مرده؟ دوتا بزرگ بودن یه دونه بزرگ و یه بچه سن. چقدر کیوت هم ننه تخت های قبلی خودمون اینا. تخت همونو دادی به اینا؟ بایسا آخ اومدیم اینجا عملیات ولفجر رو انجام بدیم. من منطقا توقع ندارم من تو جزیره میلاد برم و رو تختش نشه. شبه
میشه به اون تخت بخوابی. یا بس الان میگی بیا؟ نه کامل نمیارمش، دارم مسیرشو میسازم. البته این اگه بذاره من ردشم میزنم سگیا. ای بای داشتم میزدمشو بزنی زدم. نکشش بزنم؟ نکشش میخوام یکم قایقو تکون بدم بریم اون بچه بزرگ. صحنه صحنه عجیب بود، احساس میکنم داری با زامبی. آره یه ذره گوش بردارم بچه ها رو گوش کنم چیز کنم بپزم. آره مرغ زیاد داریم، مرغ زیاد داریم. تو همسه چی کردی؟ گاف میخوای؟ من میگه تو پشت میشون دارم. من قول دادم بیام تو ماینکرافت و یه مرغ داری بزرگ درست کنم به نشانه حمایت از حیوانات. من چی دارم؟ الهی دورتون بگرد و چقدر تو خوشگلی. خوش نمونه میفهمی؟ آفرین، اولم تشکر کنم بابت همه خوبی ها. What the fuck، اینا چرا اینجا بچه زاییدن؟ بالایی ها؟ آره. تو مقر؟ آره این بالا که داشتم میبردم سر کار دوتا بچه زاییده. وای این چه خاک بسه، این همه از کجا بردن این همه بچه زاییده؟ تو شورتش قایم کرده برده بالا. دوتا هم برده؟ آره خیلی عجیبه. گشته ارشاد باید اینجا واسه شون بذاریم نمیشه. آره بابا ببینم بعد ای که زامبی اومد باز بچه دار میشی قشنگ؟ زامبی ببرم دیگه. آماده این؟ عملیات رو بعد فقط دریم پشترش بتونیم بیاییم یا میزنتمون؟ میتونیم بگیم. ببین پدر سگ پشترش یه دونه زد تو رو. آخ رفت ساری جاش رفت؟ بله چجوری قراره اونا رو ببینه بیله ای جورا رو؟ یه دستگاه ساختم زیرش هی پرتش میکنه بالا اونا میبینم میترسن دوباره میره پایین. خدا رو بترسین کلی. آماده ای با کن. میدی میترسم. آها اسپان شد نایس. چی شد؟ چی شد؟ گوله بالا برو پایین از پایین میبینی. شیت گوله رو چه خوشگله چه باحاله. با اولین گوله این بازی آشنا شدم که بعد اون میشه دوست خوب من. من یاد چیز انداخت حیولای تو لاپوتا توی کسل این دسکای چیز میازاکی. این زامبی ها رو میکشه اگه اینجا ها به چرخ هیچ زامبی نزدیکمون نمیشه همه رو میکشه. بیم خب باید بمونه برامو باید هم بکشمش کن باید دوباره از کنیش خیلی خوشگله. دقیقا تا اومدم ببینمش تو اومدی جلوش دقیقا ساختی کشتیش. این راه کشتنش اینه که سه بلاک ازش فاصله بگیر اگر نمیزنی یه دونه میزنی. حتما خونه رو اینجا بذاریم. آره خونه رو حتما اینجا بذاریم. و یه چیزی مثل مال میلاد اینجا ها میتونی فعلا چهار تا دونه چیز بذاری میسندلی. من دقت کردی خونه رویاهامو اینجا دارم میسازم. یه حیات خوب با یه دونه آتیش چیز که آدم میخواد چیل کنه. ای بچه چیه تو؟ سلام بچه. این بچه در رفت. بچه در رفت الان بالا افتاد. آره آها اسپان شد نایس شد. سلام عزیزم You're dead Tommy. من میلادو داشتم جاج میکرم خودم من یه حیوان تر از اون شدم. زخمتم برمیتونم ولی من تر وجودم عاشق شما ها ما خیلی کیوتی. ای واقعا حاضر از دره پرچی پایین ولی نخواهی من بکشمه. Why would you like that? Karma is bitch. Oh چه خبر اون بالا؟ چرا آتیش گرفته؟
ریلتو چی کار میکنه؟ که؟ یه هم بچه بود بزرگ شده من دیگه. اینجا چی کار میکنی؟ اوزگل ها نه داشتیم کارامون میکرده که یه های عمو سینا اومد. صدای سینا. سینا چطوری؟ خوبی؟ ای پسر آره سینا نگم برات نزدیک 8 ساعت من درگیر فارم 4 تا ویلیجر کشتم من سر این کار نمیکرد بمیرم براشون. سینا چقدر خونت باحال بود. ببین من موقع فرار کردن یه تیکتی دیدم گفتم اینجا چیه بچه ها گفتم خونه سیناه بعد میخواستم بیام اونجا نمیدونستم اجازه دارم بیام اونجا قایم شم یا نه. برو قایم شو فقط کریپر نتره که برو قایم شو. ای دارا هم میده اون گفت قبول کن قبول کن وجود من خیلی کمکه قبول کن قبول کن قبول کن من فقط یه پای خوب دارم. ما غذا میدی به من؟ آره من لقد کم ببین میگم پشت هر مرد موفقی سر ما همه تو غذا میدم تو میتونی بری کار کنی. خب بریم یه چیز درست کنیم به نظرت. من صده اون ویلیجر در موردم خوشحال شده. خیلی خوبه و یه روز خوب دیگه تموم شد. روز سوم اصلا قرار نبود من برم تو سرور و یه تو استریم بچه ها گیر دادن حالا یه سر برو. و تو کی؟ این کیه؟ یا ابلفس تختامون کو؟ ها چه خبره این همه ویلیجر؟ بریم عملیات هشدار برای کوبرا 11. طبق برنامه هر روز صبح رفتم که ولی وات خوشگله. یا ابلفس سلام سپر چطوری؟ سپر میلادو نهیدی؟ میلاد بکنم آه نه هیچی منو نهیدی منو اینجا نهیدی برو بر که منو نبیدی. بودن میلاد اونجا یه زردش کار سخت میکرد ولی هدف منم هدف مهمی بودش. باید روی اون تخت میشاشیدم برای همین مجبور شدم که همین کنم. عملیات کبرا برای هشداری کبرا برای هشداری 11 فرس نرینی با این حرف کبرا برای هشدار اه کبرا برای عملیات هشدار برای کبرا 11 میترسه مثل این کبرا از هم با سرتو بیاری بالا یه هم میبینه میاد جلوتر اونجوری شه داره میاد حاجی داره میاد داره چیکار میکنه داره یه چیزی میسازه. و اشهد ان محمد عبده و رسول اللهم صل علی محمد و و و میشن کامپلیت. چرا آره قبول باشه خانه فرناز. ساکت باش یس.
نه 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 That's a motherfucker. خدا اگه به هم نزدیم شی. چجور رود شد دست رو من بلند کنی؟ نه تنها دست روش بلند میکنم، لازم باشه میکشمت. جرأت داری به من دست بزن؟ میدونی یه شایعاتی پخش شده؟ بیشور خواستم فقط جرأتم رو بهت نشون بدم. میلاد 148 با فرکانس جای اشتباه ریدن و ششیدن. فقط من نمیدونم کدوم یکیشون تخت فرنازه. آه راست میگی، احتمالا بنفشه فرنازه دیگه. نه شروع کنیم. دستمو بگیر. دستمو بگیر. چاله میده گرم شد. امیدوارم که آبی مال فرزاد باشه. شایعات میگن درسته. چه سی داری برام تک اینطوری نمیمونه. ببین یه شب وقتی رو تختت خوابیدی میام رو خودت و تختت با هم دیگه میشکن. این دفعه رو اشتباه کردید. دیدی این دوتا خنگن؟ نه دیدی بهت گفتم اینا خنگن، تو گفتی اینا باهوشن ولی اینا خنگن. دیدی میلاد میدونستی تو یه خنگی؟ میدونستی؟ دوبار تو تخت چاشیدم. 2-0. ها 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 ها. ببین مثل طول سگ با را میرم کارم میکنم، بعد مثل میام اینجا قایم میشم. فرزاد ببین اینا اینجا، من اتفاقا میخواستم بگم من اینو دیدم، ما اینجا باید برج العرب بسازیم، خونه ما باید بلندترین چیز باشه. باید ببین همه آره ببین یه کاری میکنیم از هر جای شهر که اومدن نگاه کردن خونه ما رو ببینن. فهمیدی یه کاری میکنیم اصلا. ببین همه حسادت حسود پرستی اینا چیه؟ اولا قصر ما آبی باشه، خب قصرمون آبی باشه، بعدش ببین واقعا بلندترین قصر اینجا رو بسازیم. چرا آبی؟ چون من آبیم، چون لباس تن تو هم آبیه. لباس خودت یه قصر بسازیم. من بلد نیستم یاد میگیرم ولی یادم میره. فرزاد میگم جدا بیا یه مسابقه چیزم بذاریم خونمونو وقتی ساختیم پر تخت کنیم، میلاد کانفیوز شه، بعد بگیم مسابقه این که کدوم تخت منه و تخت تو هم توش باشه، ببینیم آیا توی یکی مسابقه تخت درست تشخیص میدیم. مثلا 10 تخت میذاریم، از بین اون 10 تخت بخواد انتخاب کنه. باحاله. ببین اگه اینجا هم برینه، ببین من پارتی میگیرم اگه اینجا هم برینه. میلاد سلام علیکم. من با پیسافر اومدم. ببین با پرچم سفید اومدم پیسافر. ببین یه پیشنهاد برات دارم. تو خیلی دوست یه لحظه من بتونم یه لحظه. میلاد فرناز الان چه پیشنهادی میتونه داشته؟ تو چه حوزه‌ای میتونه بهت پیشنهاد داشته باشه؟ خودت یه حدس بزن. از شناختی که در این چند روز دو تا حوزه من میدونم توش فعال فرناز. یکی شاشیدنه، یکی ریدنه. نه خدای ریدن رو که شماها کردین. ببین من همیشه شاشو بودم تو زندگی، ریدن not my style. ببین تو خیلی دوست داری تو تخت من بشستی، تا الانم موفق نبودی از این مسئله متاسفانه و خوشبختانه واسه من. من بهت پیشنهاد میکنم که تو مسابقه انتخاب تخت درست برای شاشیدن شرکت کنی. تو فرکانس میتونی با هم شرکت کنی، جایزه جذاب داره. فرزاد توتم تو مجری دومی دیگه. تو یک دونه توتم بهم میدی؟ ولی اگه درست نشاشی یه دونه بدی. من الان واقعا هدفم این نیست که توی تخت تو بشتم. چرا تو چشات چیز دیگه؟ تو دیگه توی تخت من نشاشی. بیا یک کاری کنی. خب شما یک پیشنهاد سخاوتمندانه به من دادی که بهم توتم بدی. خب من اینو به عنوان
دست دوستی که به سمت من دراز شده میبینن و تا 5 دقیقه دست دوستی من از اینجا تا اونجا دراز میشه و میاد سمتت. خوبه؟ خب میلاد معصوم بازی واسه من در نیار، فیلمات پخش شده همینجور تر و تر و تر. شاش کمترین گناه تو بود. زندگیش یک سری اشتباهاتی داشته دیگه، منم از این قاعده مستثنا نیستم. کسی که این وسط ضربه خورده منم. خسته میکرم آدم رو 3 روزه تو آب نگه میدارم که بو برد. من رو تخابیدم. من تا چند دقیقه دیگه میام پیشت. خوبه؟ باشه بریم فرزا. برو یه دونه چیز، آره یه دونه گاف برو به گردنش چیز ببندیم، منتظر باشیم میلاد بیاد برای پیس آفرمون. گاوه چرا به من ها چون من چیزی میگم گاوه چرا میشوره کس من لخش. سلام علیکم. این سطلهی که قرض گرفته بودم ازتون رو پس آوردم برای قربونتون. خوش اومدی، خوبی؟ مرسی مرسی. بذاره من هدیه آوردم. اما کیک آوردم، مطمئنم تا حالا توی ماینکرافت کیک نخوردی. آه روش راست کلیک کن. چرا هم میزنیش؟ جان من شما باشین، کیکی که میلاد بیاره میخورین. فرزاد بخورش. بخورش. میلاد من تو رو بزرگت کردم، دورت بکردم. فرزاد بخورش. من سیرم آخه جا ندارم. بیا الان بزنمت گشنشی. نه اصلا کیک هم میخوام ببرم، حیف که نه کیکو کجا بودی حالا؟ آره من مدام واسه شما هدیه آوردم. خب ما داریم ما هدیه رو، خب من تک خوری ندارم. الهی با اون چی تیرم تو دهن. برو برو ببینم چی. یعنی چی تیرم تو دهنت؟ تیرم نه، تیرش تو چیزشه. چیزش چیه؟ دستشه. یه تیکش من برداشتم. خب بخور. بردم یه تیکش رو خوردم. سالمی؟ آره. فرزاد مزه ان، مزه شاش، مزه هیچی نمیداد. خیلی خوشمزه بود. میلاد واقعا تو فکر کردی کیکی که تو بیاری و من میخورم؟ واقعا وقتی 2-0 جلو هم تو فکر میکنی من به تو اعتماد میکنم؟ تو الان 2-0 جلوی این بدبخت منفیه زده نه موجب یبوست میشه توش شاشه. تخمرغ فرزاد هست. واقعا فکر میکنید من تخمه فرزاد رو میزنم توی کیک؟ نمیدونم تخمه فرزاد رو گوشی تو کیک. واقعا یکی از عزیزترین دارایی من توی این بازی دو تا تخمه فرزاد. معلومه فرزاد اینترست تخمه فرزاد پس عزیزترین چیزه تا. آره میلا یکی از عزیزترین چیزه. مای میلا رو گذاشتم وسط. حالا با هم صحبت. اینه تخمه منه. آه فرز بشون دست به این ور. بشاش رو علفاش. What interesting idea. راست میگه بچه ها. راست نگاش که نگاش که هار شد. بشیس بشیس این فرزه داره منی میکشه. تخت نداری؟ تخت تو بیار. تخت تو میاری یا بزنم بکشم؟ تخت تو میاری یا نه؟ فرزاد تخت تو میاری یا نه؟ سری بعد تخت رو همه قایم نمی کنی یا؟ تابلو مابلو هم واسه باید نمیذاری روی تخت نشوشی. حالا که گذاشتم روی تختم بشاشی خب بو میدن. اون دیگه بو یه چیز دیگه است، یکی یه چیز داره میذاره رو سرت و دهنت و همه چات به من رفتی نداره. ببینیم کیک رو بخوریم و بذار بریم. بریم من حاضرم یه تیکه کیک تو بخورم. بریم فرزاد امشب دوباره رنگ تختا رو عوض میکنی یا به جاشونو فهمیدی؟ رنگ هر شب رنگ و جای تخت عوض میشه. من تختمو گذاشتم تو قاف صندوق. ببین تخت شده ناموسی تری. تخت ناموسی تری چیز این گیم شده. بعد چه جوری بخورم جتا؟ راست کلیک کن با دست خود. خوردی؟ چی میشه الان؟ دیدی خوشمزه بود؟
راستش بگو تو شیریخته بودی گفتن دیگه شیر بود تخم مرغ بود شکر بود با گندم و و نه همین میلاد ولی توی شیرش شاشیده بودم میدونستم که کیک سالمی نیستش اگرم خوردم حسین کمش بچه ها گفتن ریسکشو بکن یه روز دوباره برمیگرده اون روز اتفاقای خوبی براش نمیافته تا 24 ساعت دیگه شاش من توی معده تو میمونه تو که یه عمر شاشم قراره تو زندگیت باشه چی میگی؟ هر جای شهر ببین مثل سگو که نشونه گذاری بکن جا به جای جزیره تو میشاشم حالا ببین خدا حافظ بهترین جا برای خوابیدن یه روز دیگه هم تونستم تختم رو در نهایت امنیت نگه دارم و مواظبش باشم که شاشیده نشه